راینیوناتا بزرگترین و آخرین دایناسور ریلیز شده داخل بازی آرک و ملقب به گیگای پرنده. سلام دوستان، موجی مارشال هستم و امروز میخوام روش تیم کردن این حشره وحشی رو بهتون یاد بدم. اول از همه اینو باید بهتون بگم که این دایناسور توی مپ‌های ایسلند و لاس ایسلند که جفتشون رایگانه از دیروز اسپان شدن. برای پیدا کردن این دایناسور باید برین تو منطقه سام و حسابی بگردین. یادتون باشه این دایناسور با روش آوت تیم نمیشه، پس جوگیر نشین. بریم تا روش تیم کردن اصولی این دایناسور عجیب و غریب رو بهتون یاد بدم. اول از همه با یه دایناسور تانک با اچ پی بالا برین توی اون منطقه و یه دونه راینیوناتای نر پیدا کنید. تو اون زمانی که اون دایناسور اگریسیو شده رو دایناسور شما، اونو بکشین و از تو قسمت اینونتوریش فرمیون اونو بردارین. فرمیون همون ماده‌ایه که دایناسور ماده رو مایل به جفتگیری میکنه. این ماده رو به خورد دایناسور تیم شده‌تون بدین تا اون نقش میزبان رو بازی کنه برای بچه آینده این دایناسور. بعد اون بگردین و یک دایناسور راینیوناتای ماده پیدا کنید و تو تایمی که اون اگریسیو شده روی دایناسور شما بهش حمله کنید تا جونش به کمتر از 10% هلس کلش برسه، یا برای راحتی کار میتونید اونو با هارپونگان گیر بندازین و جونش رو به کمتر از 10% برسونید. تو همین لحظه طلایی که دایناسور راینیوناتا متوجه میشه که داره میمیره، تو یک حرکت انتحاری به فرمیون ترشح شده تو بدن دایناسور تریک ما جواب میده و تخم رو تو بدن تریک ما میکاره و خودش فرار میکنه. حالا از این به بعد باید حواسمون به لارو و تایم اینکوبیتش باشیم و باید این لارو رو حسابی تغذیه کنیم تا نمیره. تو تایم مراقبتش باید بهش انواع کیبل، انواع تخم دایناسور، انواع سوپ، کیک، گازولین و شادو استیک بدین. به عبارتی برای تهیه کردن این توقعات دهن آدم سرویس میشه. اما یک جمله معروف هست که میگه نو پین نو گین، چون این دایناسور واقعا با قابلیتایی که داره ارزشش رو داره. بعد از اینکه تایم اینکوبیت تموم شد، دایناسور تریک میزبان ما میمیره و از تو شکمش حشره وحشی ما میاد بیرون و میبینید که توی این پروسس 30% از نوار میچرینگش رو پر کرده. بعد از مدتی نوار میچرینگ خودش رو کاملا پر میکنه و بالغ میشه. حالا بریم و قابلیت‌های خفن این غول پرنده رو بهتون بگم. اولین نکته اینه که این دایناسور هم توی خشکی و هم توی دریا میتونید ازش استفاده کنید. آره عجیبه، ولی واقعیت داره. این حشره هم میتونه روی سطح آب مثل یه قایق شنا کنه و هم میتونه بره زیر آب و تو غواصی ها و ماجراجویی ها کمکتون کنه. راینیوناتا قابلیت بلند کردن آیتم های شما رو داره و میتونه بعد از جابجایی دوباره اونها رو جایگذاری کنه. و خفن تر از اون اینه که با این دایناسور شما میتونید همه دایناسورهای داخل بازی آرک، علل خصوص رکس و گیگا رو بلند کنید و اونها رو جابجا کنید. این قابلیت فوق العاده است. بریم سراغ نوع حمله این دایناسور. این حشره وقتی تو هواست از قسمت دومش میتونه تیراندازی کنه. دارای 3 نوع حالت مختلف تیراندازی است که الان بهتون میگم. حالت اول تیراندازیش نیدله. تو این حالت به صورت رگباری و سوزنوار تیراندازی میکنه و با هر بار ضربش 75 تا دمیج به دشمن وارد میکنه. حالت دوم تیراندازیش راکته. تو این حالت تیراندازیش آهسته تر ولی با دمیج بیشتریه و سرعت دشمنش رو کم میکنه. همچنین تو این حالت با نگه داشتن دگمه تیر میتونید روی دشمنتون نشونه گیری کنید. و حالت سوم تیراندازی بمبه. تو این حالت گله های زرد رنگ به سمت دشمنش پرتاب میکنه. این گله ها دمیج های بالایی دارن و باعث میشن دشمنشون خیلی کند شه و حتی اونو یه جورایی فریز میکنه. شما برای همه این نوع تیراندازی ها نیاز به رزین دارین که اونو میتونین با قرار دادن ساب داخل اینونتوری دایناسور به دست بیارین، چرا که این دایناسور به صورت پسیو تو هر 5 ثانیه میتونه یه دونه ساب رو تبدیل به رزین کنه. این نکته مهم رو باید بهتون بگم که این دایناسور هم روی آب میتونه خیلی سریع شنا کنه و هم زیر آب میتونه با میزان اکسیژن بالایی غواصی کنه، ولی دیگه زیر آب نمیتونه تیراندازی کنه و همچنین نمیتونه دایناسوری رو بلند کنه. راینیوناتا روی زمین دارای دو نوع قابلیت دیگه هم هست. اولیش اینه که میتونه با دستهای جلویش مثل شمشیر به دشمنش ضربه بزنه و قابلیت جالب دیگه‌اش اینه که میتونه با قابلیت بال زدن رگباریش دایناسورهای دیگه رو بترسونه و فراری بده. نکته خیلی خیلی مهم اینه که این دایناسور قابلیت بریدینگ نداره و تنها راه اینه که این دایناسور رو تو دستگاه کلونر با هزینه خیلی خیلی بالایی به صورت مجازی کلون کنید. خب دوستان، اینم از ویدئوی تیم کردن دایناسور راینیوناتا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
اگه نظری پیشنهادی دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین، این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون حتما ارسال کنید. دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.